سلام روزتون بخیر با یه گاید دیگه گایت های دراگون فلایتمون امروز اومدیم و قرار راجع به ازوروالد صحبت کنیم یکی از دانجن های هشت گانه دراگون فلایت که جزء چه... جزء چهار تا دانجنیه که توی دراگون فلایت توی سیزن یک میتیک پلاسمون قرار داره و قرار راجع به تاکتیک ادها و بازهاش هاش رو باید کنیم و این دانجن تا اینجایی که ما تست کردیم یکی از خاص ترین هایی بوده که داشتیم ادهای زیادی داره که تاکتیک های مهمی دارن و باید یاد یاد بگیریدشون و بریم گایدمون رو شروع کنیم ببینیم چه چیزی من در انتظارمونه خب والتمون رو با این قضیه شروع کنیم که توی این دانجن موجودات مختلفی وجود داره که باید حسابی به تاکتیک هاشون توجه کنید و درصدهای این دانجن هم درصدهای متفاوتیه با کوچکترین اشتباه میتونید درصدتون رو خراب کنید پس این نکاتیه که بعد از زدن دانجن باید حتما یاد بگیرید و سعی کنید به بهترین نحو ممکن روت رو بچینید و به بهترین نحو ممکن روت انجام بدید چون کوچکترین تغییراتی توی رودتون میتونه تأثیرات منفی داشته باشه خب اولین کسی که میخوایم راجع صحبت بکنیم اسمش هست میستیک ویپرز و این همین درخچه بوته ها کستش میکنه این گل مانند ها کست میکنندش و یه دات بسیار قدرتمندیه استک میشه اگه روتون بیفته تنها راه کانتر کردنش یک کست ها رو به صورت دائمی بزنید و این دات به راحتی میتونه گروپتون رو وایپ کنه من بارها و بارها تو همین ستاعت اول وایپ شدم بعد خیلی حواستون باشه به اینکه تاکتیک ها رو درست رعایت کنید اینجا و اینترابت ها رو به موقع بزنید دومین چیزی که میخوام بگم راجب آقا این درخت خوشکل است و این آقا دو تا کست داره آقا درخته اولین کستش یه دونه دیبافه که روی یه تارگتی میندازه استانش میکنه تبدیلش میکنه به یه درختی میبینید درخت شده و تنها راهش اینه که دیسپل بشه و توجه داشته باشید اگر کسی توی اون زمانی که دارید دیسپل میکنید توی دایره دور درخت باشه اون درخت جامپ میشه روی نفر بعدی روی نفر بعدی پس باید حواستون باشه درست و به موقع دیسپل کنید همینجوری سری دیسپل نکنید دومین اسپل این آقا درختم همین دیباف هایی که روی زمین دیدید توشون نباید قاعدتا وایسیم و زمین رو داغون رو کثیف میکنیم و دوباره به پک گل ها رسیدیم که کستشون رو گفتیم میستیک ویپرز باید حواستون باشه دائما اینها رو اینترابت کنید چون میتونه خیلی خطرناک باشه خب اما حالا که این دو دسته رو توضیح دادیم توی این دانجن ما یه سری دراگون کوچولو داریم که دارن پرواز میکنن و دورشون یه دایر است الان توی تصویر میبینید اگر کسی وارد این دایره ها بشه اونا یه حالت فریاد مانندی میزنن و عدهای دوروبرشون رو فعال میکنن یه نکته ای که در مورد این دراگون ها وجود داره 4 پنج دسته ازشون تو دانجن وجود داره و ما نمیخوایم اونها رو به هیچ وجه فعال کنیم سعی میکنیم همیشه فاصله رو با اونها رعایت کنیم و عدهای میبینید عدهای سنگی که پشتشون قرار گرفتن رو فعال نکنیم اما حالا اگر این ادها فعال شدن چه اتفاقی برای اون میافته خب این ادها رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم سنگای بزرگ و سنگای کوچیک برای اینکه خیلی راحت تر بشه به جایی که اسمشون رو بخوایم بگیم سنگای بزرگ یک هست دارن که یه ایوی ای سنگینی میزنه بعد ازش بریم بیرون اما اگر توش گیر کنیم روت میشیم و دمیج زیادی قاعدتا میخوریم سنگای کوچیک اونها هم دو تا اسپل دارن یه اسپل یه بافیه که رو خودشون میندازن 35 درصد دمیج دان میگیرن که دیسپل میشه یعنی میتونید اسپل استیلش کنید میتونید با بلادلف بردارینش میتونید به روش های مختلف حالا ورش دارین با دیش ورش دارین و یه فرانتال دارم به نام پیرسینگ راک اگه اشتباه نکنم که دمیج فوق العاده زیادی میده تانک باید حتما حواسشون باشه اکتیو رو به موقع استفاده کنن و حتی سی رو به موقع استفاده کنن که از دمیج ای اسپل ها نمیرن و این دمیج ها فرانتاله یعنی پس به سمت گروهتون نباید بگیرید همیشه باید پشت به گروهتون باشن باید حتما توجه داشته باشید که پوزیشنینگتون رو به عنوان تانک درست کنید مثل ادهای نلساریون لایر میمونن که یه ادهای همین شکلی داشتیم تو نلساریون که اونا هم یه فرانتالی داشتن و این فرانتال داج... قابل داج دادن متاسفانه نیست حالا باید ببینیم جلوتر بریم چه اتفاقی براشون میافته خب خب توی اتاق باسه یک ما دو مدل اد داریم یه مدل همین درختان که باید دیبافش دیسپل بشه میبینید یه دایره دور اون طرف تشکیل شده و باید دیسپل بشه و کسی هم تو دایرهش نباشه و یه اسپل دومی هم هست که مربوط به این اوزه های کوچیکه زمانی که میکشیمشون دورشون ایو ایو ای یوی می میزنه قاعدتا نباید توش باشیم خلاصه چیز راحتیه و زمانی که ما این ستا درخت اصلی رو بزنیم باس فعال میشه خب اگه بخوایم راجع به خود باس صحبت بکنیم باس خیلی شبیه به باس سوم این استنس آندر رات توی اکسپنشن بی اف ای اگر یادتون باشه اونجا قارچ در می باید بعد قارچا رو نابود میکردیم اگه قارچا رو نمیزدیم دمیج باس زیاد میشد و اسپل های باس میتونست به راحتی وایپمون کنه قارچا زمانی که میترکید یه دیبافی رو میافتاد و به شدت اون دیباف اذیت اون کرد این باس هم همون جوریه. فقط به جای اینکه دیباف رومون بیفته دمیجش این و این قابل کنترل ترش میکنه قبلا مثلا دیباف فوتبال با یه دوریشن خاصی رو میکرد و, میکر و هیلینگش یکم سخت میکرد الان اون برس دمیجه و حالا شاید با ایمیونیتی و سی دی و اینا چه راحت تر کنترلش کرد و این باس یکم بهتره به نظر من تا اون باس سوم خب بریم خود باس شروع کنیم اولین اسپلی که از باس میبینیم همون اسپل عادیه که درخت ها رو سامون میکنه که توی حالا رود قارش سامون کرد میبینید یه درخچه هایش سامون میشن و این درخچه ها دورشون یک دیبافی وجود داره که روی زمین میبینید افتاده و من اول اشتباهی توشون وایستاده بودم پس به عنوان تانک باید حواستون حتما باشه زیر این درخچه ها وای نستید به صورت مستقیم و اولین اسپلی که باستد فرانتالی بود که روی تانک میزد مشابهش رو تو همون این استنس آندر رات هم داشتیم و این فرانتال باعث میشه تمامی درخچه های مسیرش رو خراب کنه ولی توجه داشته باشید رنج این اسپل اونقدر نیست که فکر میکنید و یه رنج محدودی داره نمیشه مثلا اگر فاصله زیادی با درخت های پشتتون داشته باشید درخت ها رو نابود کنه باید توجه داشته باشید که درست هدف بگیرید و این هدف درست شماه که کنترل میکنه به این تعداد درختها الان فکر میکنم تو همین تصویرم میبینید که اون درخت های پشت خراب نمیشن آره فقط همون دوتای اصلی رو خراب کردیم و این رنج این اسپل رو متوجه شدیم که خیلی کمه دومین دو اسپلی که میخوایم راجع به صحبت بکنیم همین دایره هاست بعد از اینکه اون فرانتال تانکو میزنه رو همه افراد پارتیمون یک دایره هایی رو میندازه باست که یه حدود 15 یارد دورمون یک دایره ایه و زمانی که اون دایره میترکه تمامی درخچه های توی مسیرش رو توی اون هول رو نابود میکنه و هر درخچه کمتر باشه دمیج اسپل های باس هم قاعدتا کمتره پس باید حتما حواستون به این نکته ها باش خب اگر بخوایم تاکتیک های باس رو اعتماد بدیم ما به ازای هر درخت چی که نابود میکنیم از توش یه اوز در میاد و این عوض ها مثل عطای قبل خود باس زمانی که میمیرن یه ایویی ای میزنن تو ایویی ایو ای نباید باشیم و این باعث میشه این کنترل کردن فضا رو یکم کارمون رو سخت کنه پس اسپل های باسمون چی شد؟ یکی همین فرانتاله که باید تانک حواسش باشه بیشترین درخت ممکن رو خراب کنه و هایی که در میاد و خیلی سری پشت سرش اگرو کنه دومی این دایره هایی که رومونه باید باهاش درخت ها نابود کنیم و سومی اسپلشی که باس میزنه و به ازای هر درختی که مونده باشه دمیجش بیشتر میشه میبینید الان زد دو تا درخت مونده بود بیش از 50 درصد اچ پی توی کیستون ده حتی فور غیر فورتیفاید زد و این نشون میده باس میتونه باسه فوق العاده سختی باشه پس به این نکته حتما باید توجه بکنید و دقت لازم رو بکنید که اشتباهی براتون پیش نیاد و این فرانتال هم رنج کمی داره دوباره میبینید تو دو این تصویر که رنج فرانتال زیاد نیست پس وظیفه تانک ها سر این باز فوق العاده مهمه بریم ادامه ای دانجن رو با هم ببینیم بعد از زدن این باز وارد هم تونل میشه که چندی بار قبل از این تصویر شدیدیم. سه دریک وجود داره ما نمیخوایم این دریک ها رو فعال کنیم و اکتیوشون کنیم چون باعث میشه عدهای پشش فعال شه و سعی میکنیم اسکیپشون کنیم و خلاصه میریم جلو تا برسیم به عدهای بعدی که میخوایم راجع به شما صحبت کنیم بعد از این پک های اولیه ما میرسیم توی مسیر طولانی که دست های مختلف و عد مختلف داریم و تا با باید کلی عد بزنیم اولین عدهایی هایی که میبینید همین المنتال ها که مهمترین کستش یک دیباف به نام ویکینگ بین که اگر رو کسی بیفته خو میخوابونش باید اینترابتش کنید و اگر حالا اینترابتش در رفت دستتون طرف رو دیسپل کنید زمانی که به این حالت رینگ مانند وسط میرسید روتون یک باف هایی میفته باف ها کاملا رندومه خیلی چیزای مختلفی میتونه بهتون بده و با توجه به این باف ها معمولا پول میکنن باف هایی که ما تا حالا دیدیم یکیش هیسته که فکر 15 درصد هیسته یکی موومنت اسپید یکی دمیج تیکنتون رو 50 درصد کم میکنه ولی موومنت میتونه هم کم میکنه و نکات مختلفی وجود داره که با توجه به بافی که معمولا به, به, تانکتون میده شما باید پولهای لازم رو انجام بدید و حالا راجع به ادهایی که توی این مسیر هم قرار دارن اگه بخوایم صحبت بکنیم اولین ادی که راجبش صحبت میکنیم یه اد آبی رنگ بزرگه که الان دو طرف تصویر من میبینید وایستاده در کنار و این عد آبی رنگ بزرگ که شبیه باس سه نایت هولد هم هست شبیه باس دو نایت هولد هم هست یک کست مهم داره که شروع میکنه روی زمین دایره های رو انداختن باید حواستون باشه این دایره ها رو نخورید چون دمج بسیار زیادی میزنه و دیس اورینتتون میکنه میبینید دایره ها تشکیل شد حتما باید حواستون باشه این دایره های پیاپی تشکیل میشه رو نخورید چون میتونه فوق العاده اذیت کننده باشه الیمنتال ها هم که گفتیم باعث میشه پارتی ممبرهاتون هاتون بخوابن و این خواب بردنشون واقعا کار رو سخت میکنه اون عد دراگونی که میبینید بین این ها وایستاده مهمترین کستش یک دونه دیبافه که روتتون میکنه باید انترابتش کنید چون کمبوی این روت و اون اسپل که از آسمون عد آبی رنگ بزرگ کست میکنه میتونه فوقلاده خطرناک باشه مثلا روت شید همونجا اسپل رو بخورید یا حالا وان شات میشید یا دیس اورینت میشید و مشکلات بیشتری براتون پیش میاد خب حالا یه تصویری هم داریم از این ادهای سنگی که قبل از این راجع بهش صحبت کردیم کریستال ترشر و کریستال فیوری که میبینید اون دایره بزرگی که گفتیم ای ای میزنه و فرانتال اون ادهای کوچیکتری که پیش از این گفتیم فرانتالش بسیار دمیج زیادی میزنه تا قبل از این دمیجش عملا وانشات بود حالا یه نرف کوچیکی زدن و این دمج حالا یکم قابل تحمل تر شده ولی هنوز هم دمیج فوق زیادی میزنه و بعد از اینکه این رینگ اول رو کامل کلیر کردید براتون یه کتابی ظاهر میشه که با کلیک کردن روش میتونید وارد رینگ دوم بشیم خب بریم حالا تیکه ادهای رینگ دوم رو با هم ببینیم توی رینگ دوم همون مثل همین رینگ اولم فقط فکر میکنم یه دسته اضافه میشن که اینها هم حالا یه المنتال مانندن همین هایی که میبینید در سمت چپ من قرار گرفتن و در سمت راست من قرار گرفتن و مهمترین کسشون یه فرانتال به نام آرکینگ اسلش اگه اشتباه نکنم و یه فرانتال تانک باید موو بده حواستش باشه الان میبینید من حواسم نبود خوردمش و به عقب پرت میشین و این پرت شدن ها میتونه شما رو حتی از رینگ ها بیرون بندازه و این کارتون رو قطعا سخت میکنه باید حواستون باشه زمانی که داره کست میکنه جابجاشید این اسپلش آبی رنگ رو حتما دیدید باید حواستون باشه نخورید و این دایره های آبی رنگی هم که روی زمین میبینید اگر روشون برید یه حالت ترپ مانندی فعال میشه که بعد از چند ثانیه اونجا هر کسی تو دایره اون ترپ قرار داشته باشه پولیمورف میشه و قاعدتا نمیخواید پلیمورف بشید پس بعد حواستون باشه این ترپ های آبی رنگی که روی زمین میبینید و نخورید و بریم سراغ عدهای توی خود اتاق باسه دو چون بعد از زدن این عطا به اتاق باسه دو میرسیم خب توی اتاق باسه دو ما چندین دسته عد داریم که میبینید مهمترین کسی که این عطها دارن یه دونه روت و اون ادای المنتال آبی بنفشرنگ کوچیکی که میبینید اینها یه ایوی سنگینی میزنه که باید از توش خارج بشیم و کمبوی این روت و اون دمیج المنتال میتونه دمیج بسیار خطرناکی باشه این اد بزرگی که میبینید دورش یه اورای وجود داره و یک حالت ایوی مانندی وجود داره این آقا یه چند تا اسپل مهم داره یکی همین آیس استراکی که همین الان دیدید زد و دمیج فیزیکال زیاده یکی همین برسشه که دمیج زیادی میزنه و این اورایی که دورش میبینید اگر کسی توش باشه 35 درصد دمجدان میگیره اون ادهای دوروبرش اگه توش باشن 35 درصد دمجدان میگیرن پس ما قاعدتا نمیخوایم این رو با کس دیگه همزمان بکشیم چون میتونه کارمون رو سخت کنه پس توی این اتاق باید حواستون به روت و ای این کریستال های کوچیک باشه میبینید الان کس کردن یه دایره های افتاد و این دمیج این دایره ها زیاده خب بریم سراغ باس دو که باس پورتاکتیکیه به صورت کلی باسمون از دو تیکه تشکیل شده یه فاز اول که باس به صورت عادی با همون مستقیم می جنگه و یه فاز دومی که میره وسط اتاق شروع میکنه کست کردن و یه ایلوژن های سامون میکنه و ما, و ما باید اون ایلوژن ها رو بزنیم اولین نسبتی که این باس خیلی سامون میکنه یه ایلوژنه اون ایلوژن تنها شروع میکنه بیرون از اتاق کس کردن و با یه فاصله زیادی میندازش رنج ها باید اونو بزنن چون تکون دادن باس بسیار کار درد سرداری و و تکون دادن شما من به شما توصیه نمیکنم. و هر بار که یکی از این اتها میره دایره های آبی رنگ تشکیل میشه ایوی سنگینی توش میزنه و فکر میکنم یکیشو بخورید میتونید به راحتی توی کلید 15 بکشتون و میتونه خیلی سخت باشه میبینید ما سعی میکنیم اون ادهای ایلوژنی که سامون میکنه رو از دور بزنیم و بین دو تا فازش هی جابجا جا, جا میشیم پس اسپلهای های مهم این باسمون شد یکی ایلوژنش که رنج ها باید خیلی سریع ایلوژن رو بزنن چون ایلوژن میتونه اذیتتون کنه دو این فرانتالیه که میبینید هر از گاهی یه اوربی میزنه این اورب 100 درصد شما رو میکنه باید از توش بره بیرون و سه و زمانی که وارد فاز میشید ایلوژن هایی که سامان میشه رو باید بزنید اورپ هایی که سامان میشه رو باید داج بدید و سعی کنید خیلی سریع از این فاز رد چین تو چون توی اون فاز به صورت دائمی داره ایوی ای میزنه و ایویش آن اوویدبل نمیشه کاریش کرد و هیلر باید هیل بده و اگر کمی طول بکشه خیلی راحت هیلرتون میتونه تحت تاثیر قرار بگیره و حالا شین یا اتفاق ناگوار دیگه ای براتون بیفته خب بعد از زدن باس دو وارد راهروی باس سه میشیم که زیاد طولانی نیست ولی باید حواستون باشه ادهای مختلفی که توش وجود دارن اولین ادی که میبینید همین عدهایی که جلومونه و اینها یه اسپل مهم دارن شولر چارج یک رو مارک میکنه به سمت شارژ میکنه و اون رو به عقب پرت میکنه حالا اگر توجه داشته باشید تو راپله باشید پرچین ممکن برین تو پک بعدی ممکن لبه هایی که دور و برتون وجود داره پرچین و بمیرید پس باید توجه کنید یه ای سنگینی هم میزنه که دیگه هیلر باید هیل بده بعدش میرسیم به این اتاقی که توش پر از این قورباغه ها و اینجور چیز خاص این قورباغه درد سر خاصی ندارن فقط مشکلش اینه که دائما این ور میپره و یک نفر رو تارگت میکنه روش میپره پس حواستون باید باشه سعی کنید نزدیک هم بازی کنید که زیاد دور نشه کارتون رو برای ایوی ای سخت نکنه این ترپ هایی که راجبش توضیح دادیم و باز میبینید این ترپ ها اگه فعال کنید باعث میشه که پلیمورف بشید و اصلا چیزی که کسی دوست نداره و این همون راه که گفتم اگه تو شولر چارج بخورید به عقب پرت میشید ممکنه پک های دیگه رو بکشید پس سعی کنید پشتتون رو به سمت دیوار نگه دارید و این خیلی نکته مهمیه که توجهتون به این نکته رو حتما باید داشته باشید قبل از اینکه بریم سراغ باسسه و تاکتیک اونو توضیح بدیم من اینجا دیگه لحظه این ویدیو خوب شد پیش اومد و این صحنه رو بهتون نشون بدم که شولر چارج رو داشتم من اسپلای باس بعدی رو میخوندم نبود شولر باعث شد که من از روی لبه به پایین پرد شم و بسیار کارمون رو سخت کرد میبینید به پایین پرد حتما باید حواستون باشه هیچ وقت سمت لبه وای نستید بریم خود باس سر شروع باس بسیار شبیه باس سه اوکولوس اگه اوکولوس رو یادتون باشه توی اکسپنشن رس آف یک دانجنی داشته به نام اوکولوس و یه باسی داشت که یک میجی بود دائما تلپورت میکرد حالا یادم نیست باس دو بود یا باس سه بود و یه میجی بود دائما تلپورت میکرد و اسپل هاش کاملا شبیه به همین باسه بریم باس رو شروع کنیم اولین اسپلی که میخوام براتون صحبت کنم راجعش اسمش فراست بمبه و روی هر پنج نفرتون یه دیباف میندازه که دورتون یه دایره میاد و در چند ثانیه اون دیباف حالا تخریه میشه و بهترین کاری که میتونید بکنید بهترین تاکتیکی که میتونید بزنید اینه که به صورت خطی دراپش کنید یعنی پنج تاتون توی یه خطی وایستید و اون رو دراپ کنید خیلی راحته و همینجور فضای کمتری رو آلوده کنید همینجور جلو برید جلو برید آل... کمتر آلوده کنید ما یه اشتباهی که تو این تصویر میبینید میکنیم اینی که کلا پلتفرممون رو خیلی سریع شلوغ و پر میکنیم و این باعث میشه در جلوتر کارمون سختتر بشه حالا اگه که بالا باشه اینجا که ده زیاد سخت نیست دومین اسپلی که توی تصویر میبینید مثل همون باس دو اوکلوس او باس سه اوکلوس باس هر ازگاهی میره وسط شروع میکنه یک کس طولانی کردن و یک حالت شیلدی رو زمین قرار میده شما باید ببینید تو اون شیلد وایسید اگه توی شیلد وای نسید حتما میمیرید باید حتما به این نکته ها توجه داشته باشید و سعی کنید دیباف ها رو زیر شیلد ها نندازید که کارتون رو بیش از این سخت نکنه و باس بین همین دوتا فیز هی دائما میره روتون دیباف میندازه باید دیباف ها رو خطی دراب کنید میره وسط شروع میکنه که کردن و باید برین زیر شیلد قرار بگیرین خیلی چیز سرراست و مشخصیه فکر میکنم نزاس هم همچین اسپلی داشت اگر حالا اونایی که قدیمی تر بازی نکردن و رس بازی نکردن و دومین اسپل هم که همین شیلد باید برین زیر شیلد قرار بگیرین و سعی کنید دمیجی که میخورید رو میتیگیت کنید و کنترل کنید و میبینید ما توی که استون ده چون خیلی شلوغ ریختیم بیش از نصف اتاق رو پر کردیم حالا اگر میتونستیم مدیریتش کنیم تمیز و خطی و درست حسابی بریزیمش میتونستیم فضای خیلی کمتری رو کثیف کنیم و مدیریت فضامون رو بهتر کنیم خب بعد از این باس مستقیما میریم سراغ باس 4 هیچ ترشی بینش وجود نداره و تاکتیک باس 4 رو قرار با هم صحبت کنیم خب این آقای امبرل یا هر چیزی که اسمش از خیلی باس خوش تیپیه تا حالا خیلی عوض شده و ورژنای قبلیش بسیار باس سختی بود الان یکم بالانستر شده و اوکی تر شده تو ورژن های قبلیش اگه بخوام فقط براتون بگم چرا خیلی سخت بود یه نکته ای که وجود داشت ما باید دیبافمون رو نگه می داشتیم این اولین و یونیک ترین چیزی که توی باس های ورد آف وارکرفت وجود داره و ما جایی یادم نمیاد که بخوایم دیبافمون رو نگه داریم و نگه داشتن دیباف برای مهم بود اما خود آقای آمبریل توی ورژن جدید اولین اسپلی که کس میکنه باس که شروع میشه اسمش از آپرسیو میازما این آپرسیو میازما چیکار میکنه روتون یه دیباف میندازه که همینجور تا ده بار استک میشه و هر کدومش 7 درصد اسلوتون میکنه یعنی هر چی جلوتر بره شما اسلوتر میشید اسلوتر میشید و این یکم کنترل کردن اسپل ها و اینها رو سخت میکنه دومین اسپلی که میخوایم براتون راجع بهش صحبت کنیم مثل بریتل که سر 75 پنج درصد 50 درصد و 25 درصد یعنی هر 25 درصد باس یه تکونی رو میده کلی کریستال روی زمین میفته و این کریستال ها اگر بهشون رسیدگی نکنید بعد یه تایمی میترکن و ایوی ای دمیج فوق میزنن نمیزنن و یه داتی هم روتون میندازن که عملا وایپتون میکنه پس شما باید چیکار بکنید باید سعی کنید توی تایمی که دارید کریستال ها رو حتما کلین کنید از بین ببریدشون و ما اینجا دو مدل کریستال داریم که اسمشون حالا فرکچره بهشون میگیم کریستال و این کریستال ها چی کار میکنن این دو مدلش یه مدلش هست اگه اشتباه نکنم اسمش دتونیتینگه که بعد از چند ثانیه میتر که مدل معمولیشه و یه مدل هاردند داره که روشون یه شیلدیه و اول باید اون شیلد رو بزنید بعدش کریستال رو بزنید پس باید حتما حواستون باشه سر هر 25 درصد برید کریستال ها رو کامل کلیر کنید ما یه نکته ای که یاد گرفتیم توی بتا اگر باز روی دیواره های اتاق نگه داریم این کریستال ها به صورت استک شده نزدیک هم دراب میشه و میتونه کمک بزرگی بکنه البته این تا زمانی که لایف نشه ورژن های لایف باس رو نبینیم نمیتونیم به صورت 100 درصد بهتون بگیم که درسته یا غلطه یا هر چیز دیگه میبینید دوباره باس رسید به 50 درصد دوباره کریستال هاشو دراب کرد سومین اسپلی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم اسمش آرکین اروپشن که همین اورب هایی که دور بر من میبینید توی تصویر میبینید و این اورپ ها در طول محیط اتاق هی دور میزنن گاهن روی یه پلیر فوکس میکنن دنبال اون پلیر خاص میرن و این کار رو سری باز برای رنج ها فوق العاده سخت میکنه که با وجود دیوافتون دائم بخواید این کریستال ها رو داج و دائم این اورپ ها رو بخواید داج بدید فوق العاده کارتون رو سخت میکنه و ما این باس رو چندین بار ترای دادیم تا تونستیم باس رو بالاخره بزنیم و این کنترل کردن این اورپ که رنج هامون رو دنبال میکرد یکم کارمون رو سخت کرده بود گاه هم پیش میومد که چندین تا از این اورپ ها روی هیلرمون فوکس میکرد هیلرمون سعی میکرد فرار کنه از رنج بقیه پلیر ها می بیرون هیل یادش میرفت بده و اینها اتفاقاتی بود که توی این دانجنی که ما رفتیم حسابی اذیتمون کرد اما اسپل بعدی چیه؟ اسپل بعدی اسپل مخصوص تانک اسمش دراگون استرایک رو سر تانک پنجهشو میکوبه و یه دیبافی روی تانک میندازه که دمیج میده حالا هیلر بعد اون دیباف رو سعی کنه دیسپل کنه گاهن به خاطر دیسپل کردن این دیباف ما قبلا تو ورژن قبلی به باس دمیج میدادیم که اصلا هیچکی دوست نداشت و معمولا ها رو دیسپل نمیکنه اما تو این ورژن به راحتی میتونید دیسپل کنید و دیگه مشکلی به وجود نمیاد اسم اسپل بعدی که میخوایم بهش صحبت کنیم آنلیش دیستراکشنه که باس معمولا این رو دیر به دیر کست میکنه و دمیج بسیار سنگین یوی سنگینی بهتون میزنه و باید حتما حواستون باشه توی تایم آنلیش دیستراکشن حتما و حتما و حتماً, حتما شما یک سی دی دیفنسیوی یوز کنید وگرنه به راحتی میمیرید باید خیلی حواستون به این آنلیش دیستراکشن باشه و این چادی که دلایلی بود که اون دیباف رو ریموف کردن و اسپل آخری که میخوایم حالا راجبه صحبت بکنیم و آخرین اسپل این باس هم هست کریستالاین رواره باس به سمت یکی از پلیرها سرش رو بر میگردونه و یک فرانتالی میزنه باید سعی کنه هیچ پلیری توی فرانتال باس وای نسته و اینها همه و همه باعث میشه که شما مدیریت راه رفتنتون خیلی براتون مهم باشه چون این دیبافی که روتونه اسلوتون میکنه باعث میشه با تاکتیک های مختلف باس یک رابطه رفت و برگشتی داشته باشه که اوورال باس رو باس سختی میکنه پس باید خیلی حواستون به نکات این باس باشه خب این بود یک گایدی بر اتفاقات و اسپل هایی که توی این دانجن میفته امیدوارم راضی بوده باشید و این دانجن رو اصلا دست کم نگیرید میتونه یکی از سخت ترین دانجن های این اکسپنشن بشه ولی دانجن فوق العاده لذت بخش و قشنگ چه از نظر تمی چه از نظر داستانی و چه از نظر تاکتیک ها و اینها و امیدوارم اون تاکتیک نگه داشتن دیباف ها توی یه باسی یه جایی برش گردونن چون واقعا تاکتیکی بود که مدیریت خیلی جالبی میخواست و میتونست خیلی جالب و لذت بخش بشه ممنون که وقت گذاشتید این گاید رو هم دیدید فعلا خدا نگهدار شما